بعد شما عمده کاری سال انجام داده دشمنی با مرادع. برای اینکه با مرادع دشمنی کند سه تا حدیث دلیل میاره. یکی این حدیث که اگر شمشیر در دست حضرت نباشد فقها ها به کترش فتوا میدادن، لولت سیف بیده لفت الفقها ها به کتره. این یک. دو، دشمن او یعنی دشمن امام زمان فقها های صاحب اصلاحاتن، یعنی وقتی امام زمان میاد فقها ها کمرنگ میشه کارشان، میان با امام زمان دشمنی میکنن، نعوذ بالله. سوم اینکه 10,000 فقیه از پشت کوفه میان با امام زمان می جنگن، یعنی از نجف. این را در الیمانی الموعود صفحه 39 نرکده. جالب است که هر سه حدیث مال ابن عربیه، از معصوم نرسیده، هر سه تا را ابن عربی نرکده. ابن عربی اولا صوفی بود و ثانیا سنی متعصب، ولی زا آمده بران که فقها ها را بکوبد، چون تنها فقها هستن که میتونه او را به دنیا معرفی کنه، بگن که این ملعون خبیث بیدینه بدعت گذاره. ولذا او آمده سه تا حدیث دلیل کرده. احمد حسن هم آمده سه تا را دلیل قرار داده برای خودش که چون معصوم فرموده ولذا من با اینا دشمنی میکنم، در حالی که روایات معتبر داریم که ما را به مراجع، به فقها، به علما توصیه کردن. به عنوان مثال خود آقا بقیت الله فرمودن اما الحوادث الواقع فرج و فیا الى روات حادثنا، هر حادثه ای که پیش بیاد، هر اتفاقی که رخ بدهد، شما به راویان حدیث مراجعه کنید. فانهم حجت علیکم، اونها حجت من هستن بر شما و من حجت بر اونها. در غیبت شیخ طوسی صفحه 291 آقای امام صادق فرمودن علما وارثان انبیا هستند، در اصول کافی جلد اول صفحه 32. یه حدیث ظریفی داریم از آقای امام هادی علیه السلام، فرمودن لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا من العلماء ادعین علیه و دالین علیه، اگر نبود اون ادت علمایی که میان در زمان غیبت امام زمان مردم را به طرف امام زمان دعوت میکنن و به طرف حضرت رهنمون میشوند و زابین اندینه و از دین امام زمان اینا حمایت میکنن. به حجت الله با حجت های الهی و المنرزین لزعفای بادله من شباک ابلیس و مردته، اینها مردمان را نجات میدهند از تله ها و دام های که ابلیس و بچه های ابلیس، مرید های ابلیس در مقابل مردم پنه کردن. و من فخاخ نواسب و نجات میدن از تله های ناسبی ها. اگر این علما نبود اما بقیه احدون الا ارتد دن دین الله، احدی نمیمان جز این که از دین خدا مرتد میشد. یعنی تنها چیزی که وسیله است که در زمان غیبت مرتد نشوند علمای ربانی هستند که مردم را به طرف امام زمان دعوت میکنند. ولکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفا شیعه، این علما هستند که سکاندار کشتی هستند، اینها زمام مردمان را، شیعیان ضعیف را به دست گرفتند. کما یمسک صاحب سفینه سکانا، به طوری که سکاندار کشتی هم اون سکان کشتی میگیره تا اهالی کشتی غرق نشود. اولایکه همون افضلو، اینا هستن که برترین این دلازه در پیش خدا. این در بهار جلد دو صفحه 6.